أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. الف لام میم را. اینها آیات کتاب آسمانی است و آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده حق است، ولی بیشتر مردم ایمان نمی آورند. خدا همان کسی است که آسمانها را بدون ستونهایی که برای شما دیدنی باشد برافراشت، سپس بر عرش استیلا یافت و خورشید و ماه را مسخر ساخت که هر کدام تا زمان معینی حرکت دارند. کارها را او تدبیر می کند، آیات را برای شما تشریح می نماید، شاید به لقای پروردگارتان یقین پیدا کنید. و او کسی است که زمین را گسترد و در آن کوه‌ها و نهرهایی قرار داد و در آن از تمام میوه‌ها یک جفت آفرید. پرده سیاه شب را بر روز می‌پوشاند. در اینها آیاتی است برای گروهی که تفکر می‌کنند. و در روی زمین قطعاتی در کنار هم قرار دارد که با هم متفاوتند و نیز باغهایی از انگور و زراعت و نخلها و درختان میوه گوناگون که گاه بر یک پایه می رویند و گاه بر دو پایه. و عجیب تر آن که همه آنها از یک آب سیراب می شوند. و با این حال بعضی از آنها را از جهت میوه بر دیگری برتری می دهیم. در اینها نشانه هایی است برای گروهی که عقل خیش را بکار می گیرند. و اگر از چیزی تعجب می کنی، عجیب گفتار آنهاست که می گویند آیا هنگامی که ما خاک شدیم بار دیگر زنده می شویم و به خلقت جدیدی باز می گردیم؟ آنها کسانی هستند که به پروردگارشان کافر شده اند و آنان قل و زنجیرها در گردنشان است و آنها اهل دوزخند و جاودانه در آن خواهند ماند. آنها پیش از حسنه و رحمت از تو تقاضای شتاب در سیئه و عذاب می کنند، با اینکه پیش از آنها بلاهای عبرت انگیز نازل شده است. و پروردگار تو نسبت به مردم با این که ظلم می کنند دارای مغفرت است و در عین حال پروردگارت دارای عذاب شدید است. کسانی که کافر شدند می گویند چرا آیه و معجزه ای از پروردگارش بر او نازل نشده؟ تو فقط بیم دهنده ای و برای هر گروهی هدایت کننده ای است. و اینها همه بهانه است، نه برای جستجوی حقیقت. خدا از جنینهایی که هر انسان یا حیوان ماده‌ای حمل می‌کند آگاه است و نیز از آنچه رحم‌ها کم می‌کنند و پیش از موعد مقرر می‌زایند و هم از آنچه افزون می‌کنند و بعد از موقع می‌زایند. و هر چیز نزد او مقدار معینی دارد. او از غیب و شهود آگاه و بزرگ و متعالی است. برای او یکسان است کسانی از شما که پنهانی سخن بگویند یا آن را آشکار سازند و کسانی که شبانگاه مخفیانه حرکت می کنند یا در روشنایی روز. برای انسان مأمورانی است که پی در پی از پیش رو و از پشت سرش او را از فرمان خدا حوادث غیر حتمی حفظ می کنند. اما خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند. و هنگامی که خدا اراده سوئی به قومی
به خاطر اعمالشان کند، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد و جز خدا سرپرستی نخواهند داشت. او کسی است که برق را به شما نشان می‌دهد که هم مایه ترس است و هم مایه امید، و ابرهای سنگین بار ایجاد می‌کند. رعد تسبیح و حمد او می‌گوید و نیز فرشتگان از ترس او، و صاعقه ها را می‌فرستد و هر کس را بخواهد گرفتار آن می‌سازد، در حالی که آنها با مشاهده این همه آیات الهی باز هم درباره خدا به مجادله مشغولند، و او قدرتی بی انتها و مجازاتی دردناک دارد. دعوت حق از آن اوست و کسانی را که مشرکان غیر از خدا می خوانند هرگز به دعوت آنها پاسخ نمی گویند. آنها همچون کسی هستند که کفهای دست خود را به سوی آب می گشاید تا آب به دهانش برسد و هرگز نخواهد رسید، و دعای کافران جز در زلال و گمراهی نیست. تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند از روی اطاعت یا اکراه، و همچنین سایه هایشان هر صبح و عصر برای خدا سجده می کنند. بگو چه کسی پروردگار آسمان ها و زمین است؟ بگو الله. سپس بگو آیا اولیا و خدایانی غیر از او برای خود برگزیده اید که حتی مالک سود و زیان خود نیستند، تا چه رسد به شما؟ بگو آیا نابینا و بینا یکسانند؟ یا ظلمت ها و نور برابرند؟ آیا آنها همتایانی برای خدا قرار دادند به خاطر اینکه آنان همانند خدا آفرینشی داشتند و این آفرینش ها بر آنها مشتبه شده است؟ بگو خدا خالق همه چیز است و اوست یکتا و پیروز. خداوند از آسمان آبی فرستاد و از هر دره و رودخانه ای به اندازه آنها سیلابی جاری شد. سپس سیل بر روی خود کفی حمل کرد، و از آنچه در کوره ها برای به دست آوردن زینتالات یا وسایل زندگی آتش روی آن روشن می کنند نیز کفهایی مانند آن به وجود می آید. خداوند حق و باطل را چنین مثل می زند. اما کفها به بیرون پرتاب می شوند، ولی آنچه به مردم سود می رساند، آب یا فلز خالص در زمین می ماند. خداوند این چنین مثال می زند. برای آنها که دعوت پروردگارشان را اجابت کردند پاداش نیکوست، و کسانی که دعوت او را اجابت نکردند آنچنان در وحشت عذاب الهی فرو می روند که اگر تمام آنچه روی زمین است و همانندش از آن آنها باشد، همه را برای رهایی از عذاب می دهند، ولی از آنها پذیرفته نخواهد شد. برای آنها حساب بدی است و جایگاهشان جهنم، و چه بد جایگاهی است. آیا کسی که می داند آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده حق است، همانند کسی است که نابیناست؟ تنها صاحبان اندیشه متذکر می شوند. آنها که به عهد الهی وفا می کنند و پیمان را نمی شکنند، آنها که پیوندهایی را که خدا دستور به برقراری آن داده برقرار می دارند و از پروردگارشان می ترسند و از بدی حساب روز قیامت بیم دارند، و آنها که به خاطر ذات پاک پروردگارشان شکیبایی می کنند و نماز را برپا می دارند و از آنچه به آنها روزی داده ایم در پنهان و آشکار انفاق می کنند و با حسنات
سیئات را از میان می‌برند. پایان نیک سرای دیگر از آن آنهاست، همان باغ‌های جاویدان بهشتی که وارد آن می‌شوند، و همچنین پدران و همسران و فرزندان صالح آنها، و فرشتگان از هر دری بر آنان وارد می‌گردند و به آنان می‌گویند سلام بر شما به خاطر صبر و استقامتتان، چه نیکوست سرانجام آن سرای جاویدان. آنها که عهد الهی را پس از محکم کردن می شکنند و پیوندهایی را که خدا دستور به برقراری آن داده قطع می کنند و در روی زمین فساد می نمایند، لعنت برای آنهاست و بدی و مجازات سرای آخرت. خدا روزی را برای هر کس بخواهد و شایسته بداند وسیع، و برای هر کس بخواهد و مصلحت بداند تنگ قرار می دهد. ولی آنها کافران به زندگی دنیا شاد و خوشحال شدند، در حالی که زندگی دنیا در برابر آخرت متاع ناچیزی است. کسانی که کافر شدند می گویند چرا آیه و معجزه ای از پروردگارش بر او نازل نشده است؟ بگو خداوند هر کس را بخواهد گمراه و هر کس را که بازگردد به سوی خودش هدایت می کند. آنها کسانی هستند که ایمان آورده اند و دلهایشان به یاد خدا مطمئن و آرام است. آگاه باشید، تنها با یاد خدا دلها آرامش می‌یابد. آنها که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، پاکیزه ترین زندگی نصیبشان است و بهترین سرانجامها. همگونه که پیامبران پیشین را مبعوث کردیم، تو را به میان امتی فرستادیم که پیش از آنها امتهای دیگری آمدند و رفتند، تا آنچه را به تو وحی نموده ایم بر آنان بخوانی، در حالی که به رحمان خداوندی که رحمتش همگان را فرا گرفته کفر می‌ورزند. بگو او پروردگار من است، معبودی جز او نیست، بر او توکل کردم و بازگشتم به سوی اوست. اگر به وسیله قرآن کوها به حرکت درآیند یا زمینها قطع قطع شوند یا به وسیله آن با مردگان سخن گفته شود، باز هم ایمان نخواهند آورد، ولی همه کارها در اختیار خداست. آیا آنها که ایمان آورده اند نمی دانند که اگر خدا بخواهد همه مردم را به اجبار هدایت می کند و پیوسته بلاهای کوبنده ای بر کافران به خاطر اعمالشان وارد می شود و یا به نزدیکی خانه آنها فرود می آید تا وعده نهایی خدا فرا رسد؟ به یقین خداوند در وعده خود تخلف نمی کند. تنها تو را استهزا نکردند، پیامبران پیش از تو را نیز مورد استهزا قرار دادند. من به کافران مهلت دادم، سپس آنها را گرفتم، دیدی مجازات من چگونه بود؟ آیا کسی که بالای سر همه ایستاده و اعمال همه را می‌بیند همچون کسی است که هیچ یک از این صفات را ندارد؟ آنان برای خدا همتایانی قرار دادند. بگو آنها را نام ببرید، آیا چیزی را به او خبر می‌دهید که از وجود آن در روی زمین بی‌خبر است، یا سخنان ظاهری و توخالی می‌گویید؟ نه، شریکی برای خدا وجود ندارد، بلکه در نظر کافران دروغ‌هایشان زینت داده شده و بر اثر ناپاکی درون چنین می‌پندارند که واقعیتی دارد، و آنها از راه خدا باز داشته شده‌اند و هر کس را
خدا گمراه کند راه نمایی برای او وجود نخواهد داشت. دنیا برای آنها عذابی دردناک است و عذاب آخرت سخت تر است و در برابر عذاب خدا هیچ کس نمی تواند آنها را نگه دارد. توصیف بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده این است که نهرهای آب از زیر درختانش جاری است، میوه آن همیشگی و سایه اش دائمی است. این سرانجام کسانی است که پرهیزگاری پیشه کردند و سرانجام کافران آتش است. کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده ایم از آنچه بر تو نازل شده خوشحالند و بعضی از احزاب و گروه ها قسمتی از آن را انکار می کنند. بگو من مأمورم که الله را بپرستم و شریکی برای او قائل نشوم. به سوی او دعوت می کنم و بازگشت من به سوی اوست. همان گونه که به پیامبران پیشین کتاب آسمانی دادیم، بر تو نیز این قرآن را به عنوان فرمان روشن و صریحی نازل کردیم و اگر از هوس‌های آنان بعد از آن که آگاهی برای تو آمده پیروی کنی، هیچ کس در برابر خدا از تو حمایت و جلوگیری نخواهد کرد. ما پیش از تو نیز رسولانی فرستادیم و برای آنها همسران و فرزندانی قرار دادیم و هیچ رسولی نمیتوانست از پیش خود معجزه ای بیاورد مگر به فرمان خدا. هر زمانی نوشته ای دارد و برای هر کاری موعدی مقرر است. خداوند هر چرا بخواهد محو و هر چرا بخواهد اثبات می کند و ام الکتاب لوح محفوظ نزد اوست. و اگر پاره ای از مجازات ها را که به آنها وعده می دهیم به تو نشان دهیم یا پیش از فرا رسیدن این مجازات ها تو را بمیرانیم، در هر حال تو فقط مأمور ابلاغ هستی و حساب آنها بر ماست. آیا ندیدند که ما پیوسته به سراغ زمین می آییم و از اطراف و جوانب آن کم می کنیم و جامعه ها، تمدن ها و دانشمندان تدریجا از میان می روند و خداوند حکم می کند و هیچ کس را یارای جلوگیری یا رد احکام او نیست و او سریع الحساب است. پیش از آنان نیز کسانی طرح‌ها و نقشه‌ها کشیدند، ولی تمام طرح‌ها و نقشه‌ها از آن خداست. او از کار هر کس آگاه است و به زودی کفار می‌دانند سرانجام نیک در سرای دیگر از آن کیست. آنها که کافر شدند می‌گویند تو پیامبر نیستی. بگو کافی است که خداوند و کسی که علم کتاب و آگاهی بر قرآن نزد اوست میان من و شما گواه باشند.